سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون. جلسه قبلی ما مونگو دیبی رو آوردیم توی پروژهمون، البته نیاوردیم، فقط صرفا کار اولیش رو انجام دادیم. بریم سراغ ادامه کارمون. بعد از اینکه کلاسترتون درست شد، یه گزینه کانکت اینجا دارید، کانکت رو بزنید. خب یه مقدار صبر کنید. خب میگه که کانکت به اپلیکیشن، میگه که چجوری میخواید دست پیدا کنید. ما از طریق درایور میخوایم دست پیدا بکنیم. این کامپس که اینجا گفتن، من تو اون دوره، تو اون پروژه که با ریاکت زدم و نود و ریاکت رو با هم استفاده کردم، از کامپس استفاده کردم، زمانی که شما دقیقاً مونگو دی بی رو سیستمتون به صورت لوکال نصب میکنید. درایور انتخاب میکنم، میام اینجا. میگه که نود جی اس میخواید استفاده کنید، میگه بله. میگه برو این کامنده رو بزن، npm install mongodb. خب بریم با هم دیگه این کارو بکنیم پروژمون. خب npm install --- save mongodb. اوکی، یه مدت صبر کنیم این نصب بشه. خب این نصب شد، برمیگردم اینجا. فعلا با این قسمت قضیه کار ندارم، بعدش باید بیم از این آدرس استفاده بکنیم برای ارتباط با دیتابیس، ولی فعلا کاری ندارم. باشه، برگردیم داخل پروژه‌مون. خب میرم داخل app.js. تمام کانفیگایی که قبلا انجام دادیم برای سکولایز رو پاک کنید، از اینجا پاک کنید، بیاد این ارتباطا رو پاک کنید تا ایرور کنترل، همه اینا رو پاک کنید. یه چیزی دارم بعد این بالا دیگه استفاده نمی کنیم، همه اینا رو پاک کنید. سکولایز هم دیگه لازم نداریم و این روت ها هم فعلا کامنت میکنم، چون احتمالا خطا میده بخواد اینکه سکولایز رو دیگه حذف کردم، فعلا کامنتش میکنم. خب این قسمت رو هم کامنت میکنم فعلا. اینجا کارمون تمومه. بریم توی دیتابیس، کل اینو پاک کنید، دیگه با این کاری نداریم، قراره که با مونگو دی بی کار کنیم. خب شروع میکنم به نوشتن در حقیقت const مونگو دی بی مساویه require مونگو دی بی. const mongo client مساویه mongodb dot mongo client. خب بعد میام پایین این کلاینت رو میگیرم، میگم برو کانکت شو به کجا؟ اون آدرسی که مد نظر من رو اینجا می نویسن. یه نصب کنید. چی شد؟ یه اینتر می زنم. یه دبل، یه کوتیشن اینجا. این آدرس رو بچه کپی کنید. اینو می تونید بزنید کپیش. فقط باید یوزرن پسورد رو عوض بکنید. خب. پسوردی که من اینجا نگه داشته بودم، یوزرم هم گوشتم پیستا دیگه اشتباه نکنم. برای اینکه رو دبل چک کنیم توی تب سیکیوریتی، اگه بریم کجاست سیکیوریتی، یه سکیوریتی باید اینجا داشته باشه که نمیبینم. آن سکیوریتی دیتابیس اکسس. یه باید دیل لود میکنم. خب پیستا بود درست، ریدن رایت دیتابیس. اوکی، خب اینم از این.
خب این به ما چی برمیگردونه بچه ها؟ این به ما یه دونه پرامیس برمیگردونه. پس یه دات دن دارم اینجا و یه دات کچ. کچش که مثل سابق ارور کنسول دات لایک ارور برای اینم. خب من اینجا یه ریزالتی دارم که به من برمیگردونه یه کنسول لایک میذارم کانکتد. خب حالا میگم با ریزالت باید چیکار کنیم. من باید به این ریزالت اینو بذار پاک کنم. من باید به این ریزالت بیرون از این بهش دسترسی داشته باشم. برای این کار چیکار میکنم؟ کل اینو برمیدارم یه کانست اینجا تعریف میکنم اسمشو میذارم مونگو کانکت مساویه. اینو میذارم اینجا. خب بعد یه کالبک فانکشن بهش پاس میدم. از طریق این کالبک فانکشن من میتونم به ریزالت دسترسی داشته باشم. یعنی یه کالبک فانکشن بهش پاس میدم، از طریق اون کالبک فانکشن به ریزالت دسترسی پیدا میکنم. خب حالا باید بریم از این استفاده کنیم. پس باید طبیعتا اینو اکسپورتش هم بکنم اینجا، کپیش بکنم داشته باشم. ماژول داد اکسپورت این، بعد میام تو اپ داد جی اس همینجا ایمپورتش میکنم کانست مونگو کانکت مساویه ریکوئر توی یوتیل دیتابیس. خب حالا فقط کافیه که بیام اینجا بگم مونگو کانکت کلاینت کنسول دات لایک کلاینت خود سرورم رام میکنم پورت 3000. کلاینت چیه؟ همون ریزالت هست. اسمش رو بذار عوض کنم اینجا بکنمش کلاینت. پس به این کلاینت من از طریق این کالبک فانکشنی که پاس دادم به این دسترسی دارم میکنم. من یه کالبک فانکشن پاس دادم، یه ارو فانکشن درست. خب بریم با همدیگه ببینیم ببینیم کنسول لاگ چی به اون برمیگردونه. من از اینجا رو کوچیک کنم که راحت تر ببینیم. خب یک خطایی هم داد به نظر میاد. Admin root is not defined. کجا؟ app.use کجایی کجایی ایناش. خب من این دوتا رو هم کامنت میکنم فعلا مگه جلوی خطا رو بگیرم. خب اوکیشت این همون کلاینتمون بچه ها. این بالا من کلمه کانکتد رو ببینم که کنسول لاک کرده بودم، بعدش گفته بودم اونا نشون بده این هاشش. نه نه این نیست هاشت استاتوس. این چقدر جالب. خب کلمه کانکتد رو اگه من ببینم این تمام کانکشن رو داره نشون میده. من دنبالی کمه کانکت دادم که پیدا نمی کنم. خب یه لحظه صبر کنید یه حرکت بزن. چون من اینجا گفته بودم که یه کانکتت نشون بده بعد اینو نشون بده. اینا کانکتد اینا هاش. این هم اون کلاینتمونه که قرار ازش استفاده بکنیم. ما حالا جلو ترمینیم میبینید چجوری قرار از این استفاده کنیم. خب این هم از کانفیگ دیتابیسمون. خب بریم سراغ در حقیقت اینکه دیتابیسمون ایجاد بکنیم.
من میام تو app.js این ادمین رو تو فعلا برمیگردونم، کامنتش رو برمیدارم، بعد این اینجا این app.users هم برش میگردونم. خب ادمین روت کجاست؟ اینجاست. که از کجا داره میاد؟ این ادمین روتمونه، کنترولر داره از پروداکت میاد. خب پروداکتمون کجاست؟ تو مدلمون پروداکت کو مدل نهاش پروداکت که با سکولایز نوشته شده. من این تو خط اول پاک میکنم، میخوام با مونگودی بنویسمش. خب اول مونگو کلاینت رو اینجا میارم، مونگو کانک ببخشید، ریکوایر یوتیل دیتابیس، بعد میام یه کلاس درست میکنم به نام پروداکت. قبلا این کاری کردیم بچه هایتون باشه، کانستراکتور یه تایتل داره، یه پرایس داره، یه دسکریپشن داره و یه ایمیج یورل. this.title برابر است با تایتل، پرایس برابر است با پرایس، this dot description برابر است با description، this dot image URL برابر است با image URL. خب بعد اینو ذخیره بکنم تو دیتابیس. پس یه متد سیو هم اینجا من میارم. برای ذخیره کردن تو دیتابیس من نیاز به کانکشن با مونگو دی بی دارم. اول بریم کانکشن رو درست بکنیم. خب برای این کار برمیگردم تو دیتابیس. خب من اینو بذات ببندم بیزا معلوم باشه اینجا. خب اینجا نگاه کنید بچه‌ها، من میام اینجا یه وریبل این بالا تعریف میکنم، let underscore db، هر اسمی میتونید بذارید، underscoreش هم مهم نیست. خب همینجا گذاشتم. بعد اینجا میگم underscore db مساویه client.db. یه نکته، زمانی که شما دارید به دیتابیس متصل میشید بعد اسم دیتابیس رو اینجا پاس بدید. اگر پاس ندید هر اسمی که اینجا گذاشتید لحاظ میشه. یعنی من اینجا بنویسم شاپ، به دیتابیس شاپ وصل میشه. یعنی اینجا قید نکنم به دیتابیس شاپ وصل میشه. این یکی از مزیت های مونگو دی بیه. شما میتونید اینجا مشخص بکنید به چه دیتابیسی وصل بشم. درسته که تو SQL اینجوری نیست، تو SQL شما از قبل همه دیتابیساتون رو ساختید. خب پس من اینجا مشخص نمی کنم، اینجا میرسم شاپ که به شاپ متصل بشم. حالا من الان به متصل شدم به این، اینم دیگه برمیدارم، نمیخوام دسترسی داشته باشم به کلاینت. میام بیرون از این. خب میگم const get، اسمشو میزنم db. اگر underscore db وجود داشت اون وقت ریترنش کن، اگه نبود هیچ، یه خطا بده، مثلا یه خطا درست کن، true مثلا no database found. خب حالا اینجا هم اینو میدم بیرون، اکسپورت میکنم، اکسپورت دات مونگو کانکت، هم get db، get db. خب حالا هر وقت من بخوام به دیتابیس دسترسی بشم کافی این get db رو فقط بخوام، نیازی نیست برم کل اینو بگیرم. خب حالا بریم سراغ اینکه از این استفاده بکنم. من get db رو کپی بکنم. اول بریم تو app.js این کلاینت رو دیگه برداری، چون دیگه به کلاینت دسترسی ندارین، کال بک دسترسیشون برداشتن. خب اینجا نگاه کنید، دیگه به کلاینت اینجا دسترسی نداره. خب اینو نگاه کنید، دیگه پاس ندادم بهش.
بذارید کنسول لاگ هم بردارم که اضافه کاریه. یه ترو ارور هم اینجا بذارید بچه ها. یه اینجا هم یه ارور هم اینجا بذارید، ضرر نداره. خب این از این، بریم سراغ پروداکتمون. به جای این من اینو ایمپورت میکنم، این تهش هم یه دات بذارید گتی بی. این از این، بریم بیام جلسه بعدی نحوه استفاده از این گت دی بی برای اتصال به در حقیقت مونگو دی بی و ایجاد دیتابیس رو صحبتشو میکنیم. فعلا خداحافظ.